ربات‌های گوناگون دست‌ساز دختران و پسران دانش آموز در این نمایشگاه به دید گذاشته شدند. این دختران و پسران چندین ماه روی ساخت این ربات‌ها کار کردند. این ربات سازان تازه کار رویاهای زیادی در سر دارند. دوست دارم رباتیک پیش ببرن چون خوبه، چون خیلی جذابه و دوست دارم در آینده سازا بیشتر درست کنم. لیوان به این قسمت میگذاریم، در ظرف 3 ثانیه لیوان میشناسه، چای میرزه و وقتی که ما لیوان بردیشیم خودی پس به عقب برمیگرده. بیشتر این ربات ها برای سرگرمی استفاده میشوند. این دانش آموزان میگویند که اگر زمینه آموزش های پیشرفته ربات سازی با آنان فراهم شود و امکانات مورد نیاز در اختیار داشته باشند، ربات های پیشرفته و کاربردی میسازند. یک از سیستم راداری از اینه که وقتی در یک جای بره میتونه موقعیت خود نشون ده و اینه که مشاهده میکنه مخفف میکروکامه که سازنده تمام قطعات روباتیکه. حمایت مردم و حمایت دیگه، حمایت اسلامی داشته باشیم که بتونیم سازهای بزرگتر یا سازهای بیترتر بسازیم که در مسابقات جهانی شرکت کنن، مقام بیاریم. نزدیک به 6000 دانش آموز در هرات سرگرم آموختن دانش ربات سازی هستند. بیشتر از 60% این دانش آموزان دخترانند. تعدادی از شاگردان ربات های استفاده کردن که یا شبیه سازی دستگاه های صنعتی بود یا هر کدام از اینا یک راهکار داشتن برای اپدیت کردن دستگاه های صنعتی که فعلا موجود هست. در یک دهه پسین دانش ربات سازی در کشور رشد کرده است. تیم ملی دختران ربات ساز کشور که در سالهای پسین در چندین رقابت جهانی جایزه گرفته است، پس از تحولات به بیرون از افغانستان رفته است.